بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که از نام و نشان و گمان برتر است. السلام علیک ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی رضا ای جان عشق. السلام ای بحر عاشق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت. مجده ای اهل ولا، نور خدا گشت پدید، هشتمین حجت حق آن شه فرزانه رسید. هم نبی صورت و حیدر صفت است این مهناب، هر که دیدش دل از این خانه و کاشانه برید. بهر مولای جهان باب حوایج ز وفا، پسری داد خداوند حمید. دوستان همیشه همراه سلام، روزتان بخیر و نیکی. میلاد با سر سعادت حضرت علی ابن موسی رضا، هشتمین حجت سرمد، شاه انیس النفوس حضرت علی ابن موسی رضا، خدمتتان تبریک و تهنیت. خرسند هستیم که امروز در این روز مبارک از طریق برنامه روشنا تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری در خدمت شما هستیم و همچنان کارشناس محترم برنامه خانم محدثه رضایی را با خود داریم و امروز هم بحث و گفتگو خواهیم داشت. سلام خانم رضایی عزیز، عیدتان مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما همکار گرامی. سلامت باشید. و همینطور عرض سلام دارم محضر همین بینندگان محترم این برنامه و تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن خجسته میلاد عالم آل محمد امام رعوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا رو، و شاد باش میگم به همه اون کسانی که توفیق زیارت داشتن و توانستن به زیارت این امام بیان، و مسئلت دارم به حق این روز مبارک برای همه اونهایی که آرزومند زیارت هستن، این که انشاءالله خدا توفیق بده که به زیارت این امام بشتابند. و مهمترین اصل در زیارت ائمه معصومین به خصوص امام رضا علیه السلام به صورت ویژه در مورد اون حضرت، که میدانید همه روایت معروف و مشهوری است، سخن بسیار بسیار ارزشمندی که حضرت میفرمایند هر کس مرا عارفاً به حقه زیارت کند، من در سه جا به دیدار او خواهم آمد. از خدا میخواییم به حرمت این روز مبارک، به حرمت شادی دل پیغمبر و اهل بیت، خدا به ما توفیق زیارت با معرفت حضرت رضا علیه السلام رو عنایت بفرماید و وعده حضرت در مورد همه دوستداران و محبان ایشان تحقق پیدا کنه که حضرت با افتخار سه جا به دیدار شیعیان و زائران خودش بیاید انشاءالله. ممنونیم از شما و یک بار دیگه خیر مقدم عرض میکنیم حضور شما را در برنامه، و یک بار دیگه هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز. میلاد مبارک و با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را. اما دوستان، خانواده در جامعه اسلامی جزء بنیادی ترین نهاد اجتماعی شناخته میشه و جزء هسته مرکزی جامعه به حساب میآید و برای او یک برنامه متعالی در اسلام قرار داده شده و مستحضر هستن همه ما، واضح و مبرهن هست که مسیر رشد و تعالی هر انسانی از آغاز تولد در همو خانواده میسر میشه. و امروز هم با توجه جوی که در این روز مبارک قرار داریم، روز ولادت امام رضا علیه السلام، تصمیم گرفتیم که موضوع برنامه را خانواده از دیدگاه امام رضا علیه السلام قرار بدیم. بحث و گفتگو میکنیم با خانم رضایی بزرگوار. خانم رضایی، از منظر امام رضا علیه السلام خانواده چه جایگاهی داره و ما به عنوان محب اهل بیت باید چه نکاتی را رعایت کنیم تا یک خانواده ای داشته باشیم که مورد تایید جامعه اسلام باشه؟ بسیار تشکر از شما. بله، خب به تناسب اینکه امروز در روز میلاد و حضرت هستیم، فکر میکنم یکی از شایسته ترین کارهایی که میشود انجام داد اینه که به قدر وسعمان از اقیانوس بیکران معرفت اهل بیت انشالله رفع تشنگی کنیم و به عبارتی تلاش بکنیم برای اینکه رفتار و کردار و سبک زندگی ما انشالله شبیه بشود و نزدیک بشود به سبک زندگی ائمه اهل بیت و طوری باشیم که انشالله اونها از ما راضی باشن. اشاره خوبی کردید به بحث مفهوم و یا محور اصلی تحت عنوان خانواده، روی کرد و نگاه
کلیتا دین مبین اسلام نسبت به این مسئله بسیار بسیار مهم و حیاتی و بعد هم به صورت خاص امروز به یوم این میلاد خجسته بپردازیم که نگاه امام رضا علیه السلام به صورت خاص در این زمینه چه. خب قبل از اینکه بپردازیم به صورت خیلی ساده این رو میگم که همه ما میدانیم که خانواده قطعا مبدع او و آغازین حرکتی که برای تشکیل خانواده اتفاق میفته ازدواجه. حالا اینکه چقدر اسلام در اهمیت داره و توجه میکنه و ارزش گذاری میکنه این باب اصلا تشکیل خانواده، روایت مشهوری است از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که حضرت میفرماید هیچ بنایی در اسلام ارزشمندتر از بنای ازدواج نیست و خداوند هیچ چیزی رو به این اندازه دوست نمیداره. خب پس بعد داریم که حضرت میفرمایند که النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصلا از ما نیست، مسلمان نیست. تاکید بر تشکیل خانواده است. خب اما اون چیزی که ما امروز انشالله حالا قصد داریم که خدمت بینندگان عزیز به عبارتی بپردازیم محور بحث رو، وقتی که میگیم خانواده دقیقا منظور ما بنیاد، یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین بنیاد برای تشکیل جامعه همونطور که شما اشاره کردید که از کنار هم قرار گرفتن. حالا البته میدونید که بر اساس دریافت های جدید یا حتی اشکال جدید از خانواده های متعدد و مختلفی متاسفانه البته با یک نگاه واقع گرایانه نگاه کنیم در عصر حاضر وجود داره، خصوصا در سالهای اخیر که انواع و اقسام خانواده های تک والد و مثلا خانواده هایی که در ترکیب دو زن یا دو مرد شکل میگیره، ازدواج های اونطوری که به هر حال هدفش هم تشکیل خانواده است. ولی اون خانواده ای که مد نظر اسلام هست و اسلام روی او تاکید داره که پیامبر فرمودن نکاح و سنتی، نکاح یعنی عقد پیوند زناشویی میان یک زن و یک مرد که پس از ازدواج اونها طبیعتاً باز بر اساس نگاه بشری نسبت به تولید مصر و باز نیاز به محبت و عاطفه و یکی از اهدافی که انسان دوست داره به هر حال ثمره و نتیجه داشته باشه که باز اون ثمره و نتیجه او رشد بکنه، پس حضور فرزندانه. پس ما میگیم که اون که ما میگیم محور بحث هست، وقتی نگاهمان مربوط به خانواده است یعنی رابطه، یعنی میپردازیم امروز ان اگر خدا این توفیق رو بده به اینکه روی کرده کلی و در به اصطلاح ارزش ها و اصولی که در روایات بر اساس روایاتی که از امام معصوم علیه السلام داریم میخوایم ببینیم که این بنیاد که ترکیب شده از مادر و پدر و فردی که به عنوان همسر، حالا زن و مردی که هر دو نسبت به همین رابطه داره، رابطه همسری به اصطلاح نقش همسری و در نهایت فرزندان، میخوایم ببینیم اصول و معیارها و مبانی که رفتار این به عبارتی ابعاد متفاوت رو مورد توجه قرار میده. اول خب زن و شوهر هستن همسر، بعد که فرزند وارد این دایره میشه تبدیل به پدر و مادر میشن، باز فرزندان نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزندان و همسران نسبت به دیگر. پس ما این سه رکن رو، پدر و مادر، همسران و فرزندان رو، به عبارتی مفاهیم اساسی رو که بر اساس روایاتی که رسیده از وجود نازنین امام بزن بررسی قرار میدیم که ببینیم اون خانواده مطلوب و یا به عبارتی رابطه مطلوب، نوع رفتار مطلوب که در منظر امام معصوم مورد تاکید هست چی هست که بعد انشالله با استناد به اونها استفاده بکنیم و سعی کنیم که ما هم رابطه در خانواده خودم رو نسبت به همسر، نسبت به فرزند و نسبت به والدین انشالله تطبیق بدیم با آنچه که امام رضا علیه السلام به عبارتی در فرمایشات خودشون مورد تاکید قرار دادن. خب اولین بحث من احساس میکنم که بهتر اینه که به صورت خاص، چون تاکید کردیم که خانواده با ازدواج آغاز میشود و ازدواج یعنی عقد زناشویی میان یک زن و یک مرد که قبل از عقد نکاح خب طبیعتاً دو تا فرد هستن ولی بعد او من اونها تبدیل به ما میشه و یک رابطه مستحکم و نقشی که نسبت به هم دیگه میگیرن همسری است. حالا ببینیم که اساساً همسرها چه حقوقی نسبت به هم دیگه دارن، یا اگر که بحث حقوقی نکنیم مثلا ببینیم در نگاه امام رضا رابطه دو همسر با هم به چگونه به عبارتی اتفاق بیفته یا به چه شکلی باشه بهتر. نکته بسیار جالبی است. حالا قبل از اینکه من روایت رو خدمت شما عرض کنم، ببینید خانم قاسمی عزیز، ما ازدواج رو به عنوان یک سنت حسنه در سیره و به عبارتی سنت اسلامی در نظر میگیریم و بعد یک رفتاری که تقریبا مورد بر اساس سرشت و فطرت انسان ها مورد نیاز اون هاست و بعدم برای خیلی ها هدفی که میخواهند برای زندگی داشته باشن. ولی یک واقعیتی گاهی وقتها در بعضی موارد در فرهنگ عامه ما ممکنه که ازدواج مثلا بیشتر تاکید همون به اصطلاح یه واجب اجتماعی، یه سنتی که مثلا میگن که میپرسن در جمع عرفی خانوادگی خب دخترتان چند سال است، مثلا 18 سال است، 20 سال است، خب دیگه وقت ازدواج کردن اینه. این انگار این یه معیاری است که یک حد مرز سنی تعیین می‌کنیم و بعد میگیم یک فرد اگر به فلان مثلا حد سنی رسید دیگه ازدواج الان لازمه. حالا آمادگی داره، آگاهی داره یا نداره، یا اصلا قصاصا اساسا قرار ازدواج
تلاش بکنه که چی بشه، دقیقاً که چه اتفاقی بیفته، که چه مسئولیتی رو به عهده بگیره. متاسفانه در این مسئله کمتر میپردازه، حالا اصلا روی اون مسائل نداره. حالا الان با توجه به که فرصت برنامه بسیار کم هست، من فقط تاکیدم است که یک نگاه خیلی یعنی خاصی که الان با اون روایاتی که من خدمت دوستان ارائه میکنم، نگاه بسیار زیبا، یعنی یک نوع توجه بسیار عمیق‌تر نسبت به این که زن و مردی که بر اساس عقد نکاح کنار هم قرار میگیرن و رابطه همسری شکل میگیره بین اونها، باید به شدت دقت بکنن که نسبت به همدیگه یک سری وظایفی دارن و نوع نگاه اونها باید بسیار بسیار حساس باشه و یک سری شرایط رو باید دارا باشن احسن باشن که بعد از او باز اقدام بر ازدواج بکنن. بله، خب چون به تناسبی که حالا ما البته بینندگان عزیزمون بزرگوارانی که بیننده برنامه ها بودن، ما بحث ازدواج رو به اصطلاح اگر اشتباه نکنم تحت عنوان به سوی کامیابی اگر یک چندین جلسه ما بحث کردیم که بحث از ابتدای ازدواج آگاهی در ازدواج شروع کردیم که خب حالا بو بحث می‌پردازیم. به صورت خاص می‌پردازیم به همسران، رابطه همسران. اگر اجازه بدیم بعد از یک میان برنامه ما اینا را این مسائل را که گفتین با هم مرور کنیم. دوستان عزیز، قرار است که بعد از یک میان برنامه کوتاه خانم رضایی بزرگوار برای ما شرایط را بگن که زمانی که از او برخوردار شدیم آماده برای ازدواج هستیم. برمیگردیم و کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، یا علی ابن موسی الرضا. ای امام رضا، می آیم به سوی تو، تو ای عشق بی نهایت و تو عاشقان عقده های دلم را مرهمی می شوی و های های عشق هایم به زیارت تو از دیدگانم جاری می شود. ای سلطان قلب های خسته، تو جام مرا از شراب معنویت پر می سازی و من عاشقانه نامت را فریاد می زنم. ای امام هشتمین، ای زامن آهوان رمیده، تو معیار سنجش صداقتی، تو آسمان زلال دلهایی، عشق پنجره فولادت را معنا می کند و دل به زیارت تو اوج می گیرد. ای ذریح سراسر نور، با دلی آکنده از صداقتهای تو، با جامی سرشار از عشق و چشمانی بر گل نشسته به سوی تو می آیم و کبوتران حرمت عروجت را معنا می کنند و از آشیانه نور عاشقانه دانه بر می چینند و در وصف تو آواز سر می دهند. ای بزرگترین واژه کلام، همه سینه ها و همه جان ها تو را می طلبند. ای غریب الغربا، ای امام رضا علیه السلام. لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
حریمت قبله جانم، بود حب تو ایمانم. تو را هر لحظه میخوانم، رضا جانم، رضا جانم. در روز ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم و یک بار دیگه تبریک میگیم این روز خجسته را بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه روشنا هستیم و راجع به خانواده از دیدگاه حضرت امام رضا علیه السلام با هم صحبت میکنیم. خانم رضایی عزیز، قرار شد که راجع به شرایطی که همسران باید داشته باشن تا نسبت به هم یک روابط حسنه و نیک داشته باشن که مورد پسند یک خانواده اسلامی است و از دیدگاه اسلام مورد تایید است. بفرمایید. بسیار هم عالی، تشکر از شما. خب بحث میشه باید گفت نگاه کلی که داشته باشیم که میخواهیم بپردازیم که از منظر به عبارتی روایاتی که از وجود معصوم علیه السلام به ما رسیده، همسران چگونه با هم برخورد داشته باشن، به اصطلاح اصولی که باید رعایت بشه. خب این رو بینندگان عزیز ما، خصوصا دسته از بزرگوارانی که برنامه‌های مثلا شخصی ما رو بسیار تکرار کردن، حالا چون بیشتر از بعد روانشناختی بعضی نگاه می‌کنیم، ببینید ما در بحث روانشناسی انسان رو به سه ساحت متفاوت یا به عبارتی سه بعد مختلف تقسیم بندی می‌کنیم. می‌گیم یکی ساحت اندیشه و فکر اوست، یکی ساحت رفتار و اعمال و کردار قابل مشاهده اوست، و یکی ساحت احساسات و هیجانات و به عبارتی علایق اوست. ببینید به صورت خاص امام رضا در هر سه بعد یک تذکرات بسیار جالبی دارن. یعنی در روایت امام میشود این رو به عبارتی به این نت رسید که وظیفه همسر اینه که در هر سه بعد رعایت بکنه. نکته اول که من میپردازم به بعد رفتاری عمل کردیم. ما ببینید یک مسئله بسیار روشن و واضحی داریم که دین ما دینی است که به شدت بر آراستگی، بر پاکیزگی و بر پیراستگی تاکید داره. پیغمبر گرامی اسلام فرمود در نظافت و من الایمان. خب حالا یه وقتی از نظافت منظور نظافت منزل است و نظافت اطراف خانواده است. ببینید به صورت خاص امام بر اساس یک استنادی بر تذکر میدن، یا میشود غیر مستقیم میشود حتی هشدار میدن، مبنی بر این که زن و شوهر باید به شدت مراقب باشن، مراقب این که نوع پوشش اونها، وضع ظاهری اونها باعث خستگی و یا دلزدگی هم دیگه نشه. ببینید یک نکته ای که گاهی وقتها ممکنه که مورد غفلت قرار بگیره، مثلا در مورد خانم ها، خب تمایل مثلا به زیبایی و آراستگی در وجود بسیار از خانم ها هست، مثلا لباس ذاتی است. بله، ذاتی و سرشتی. نکته جالب اینجاست که در این روایت به صورت خاص امام مخاطب قرار میدن مردان رو و همسران رو، اینکه مراقب باشید که آراستگی شما، پیراستگی ظاهری شما، لباس تمیز پوشیدن شما، معطر بودن شما، ظاهر زیبا داشتن شما روی عفت و حیا و نجابت زن شما موثره. و بعد استناد میکنن، حضرت میفرمایند که در مورد به عبارتی دلیل میارن، میگن که بی حیایی و بی عفتی زنان بنی اسرائیل، میفرمایند زنان بنی اسرائیل از عفت و حیا دست بر نداشتن جز این که شوهرانشان خود را نمی آراستند. یعنی ببینید بله. سپس افزودند زن نیز از مرد همان را انتظار دارد که مرد از او انتظار دارد. یعنی اگر مردی تمایل داره همسر او زیبا و آراسته و معطر و خوشبو باشه، متقابلا حضرت میفرمایند که حواستون باشه این رابطه دو طرفه است. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همان توقعی که شما از همسرانتون دارید همون حق برای اونها هم هست. و این نکته بسیار مهمیه و شاید خانم قاسمی رو قبول دارید که کمتر به این موضوع پرداخته بله باشیم ما در روابط زوجین. ما بیشتر تاکید کردیم که خب خانم باید آراسته باشه، خانم باید پیراسته باشه، خانم باید آمادگی داشته باشه برای ورود همسر که مثلا قبلی که همسر بیاد. ببین امام میفرمایند که یک طرفه نیست، این جاده دو طرفه است، چون همسریم، قراره یک مسیر رو با هم طی بکنیم. حواستون باشه، حتی اشاره میکنن، استدلال میکنن که بی عفتی و بی حیایی زنان بنی اسرائیل نبود مگر اینکه همسران اونها به این قاعده ظاهری و به این به اصطلاح سبک رفتاری توجه و اهمیت زیادی نمیدادن. این قسمت اول. میپردازیم به بعد دوم، در بحث محبت. ابراز کردن محبت، خوش برخوردی، خوش خلقی، خوش صحبتی. حضرت میفرمایند که تو تاکید میکنن در قیامت کسی به من نزدیکتر است که در دنیا خوش خلقتر و نسبت به خانواده خود نیکوکارتر باشد. یعنی ببینید در محبت کردن، در برخورد به عبارتی صمیمانه داشتن، در دلسوزی کردن، در همکاری کردن، در ابراز محبت کردن، که من همیشه اینو گفتم که بسیار احسن، بسیار بسیار کار ساده است، ولی متاسفانه وقتی که یک بررسی، حالا من به تناسب شاید رشته و کار خودم که بیشتر مشاوره قرار طرف مشاوره هستم از طرف زوجین یا از طرف، ببینم مثلا خیلی وقتا میگم که حتی
حتی متاسفانه فقط در مورد آقایون نیست، خانم ها متقابلا همطوری هم. مثلا پرسیده میشه که خب شوهر شما ابراز محبت میکنه، میگه یعنی چی؟ میگم یعنی به شما میگه مثلا جانم عزیزم، مثلا هر از چنگای دوست دارم، مثلا خانم تو فلان خصلت خوب داری، تو مثلا برای من بسیار ارزشمند هستی، یا آقا همسرم به تو افتخار میکنم، تو مرد مثلا بسیار کوشایی هستی، من به وجود تو افتخار میکنم، تو قهرمان زندگی منی، تو تکیگاه منی، این الفاظ رو به کار میبریم. بعد میبینیم مثلا خانم میگه که تعجب یا خجالت میکشه، یا میگه مگه لازمه اصلا نه من هیچ وقتی نمیگم، یا میگه نه به خدا آرزو بده من نمیگم که همسرم هم چی چیزایی به من بگه، یا مثلا شوهر میگه طرف مثلا پررو میشه اگه حرف اصلا لازم نیست. مثلا به آقا میگه که آیا شما ابراز محبت کردی، همسرت میگه خب من ابراز محبت من همیشه کار میکنم. بله قطعا این نشانه عشق شماست و این بسیار بسیار تایید بر محبت شماست. ولی زن به فرموده پیامبر گرامی اسلام تمایل به این دارد. حضرت میفرمایند اگر مردی به زنش بگوید تو را دوست دارم، اینی اوهبک، من تو را دوست دارم، این واژه هیچگاه از قلب زن او نخواهد رفت. پس اینو ببینید، حضرت میفرمایند نزدیکترین کسان به من در روز قیامت بله. کسانی هستند که نسبت به همسرانشان برخورد خوش خلق ترن. خلق اخلاق یعنی چی؟ یعنی همین ابراز محبت بکنیم، مهربانی رو نشان بدیم، جایی که لازمه گذشت کنیم. مثلا طبیعتا در زندگی زن و شوهر اختلافاتی پدید میاد، در اختلافات یک طرف حداقل تمام تلاشو بکنه موقع عصبانیت طرف مقابل کوتاه بیاد، به عبارتی بگذره از این قضیه، تا وقتی که عصبانیت خاموش شد بعد گفتگوی دوستانه و منطقی یا قاعده مند، یا حتی گاهی وقتا اگر میبینیم هر کدوم از ما یک عیب و ایرادهایی داریم، یک چیز واقعی است که خانم قاسمی هر کسی یه نقصی داره، اگر همسر مثلا فردی خانومی میبینه خب شوهرش اخلاق خانوادگی تربیت شده همین قسم به این راحتی هم تغییر نمیکنه، با توجه به این که خب همسرم 5 تا ویژگی مثبت داره، همسرم کاری است، همسرم غیرتی است، همسرم مثلا بسیار فداکار سخاوتمنده، ولی خب یه گاهی وقتا زبان تلخی هم داره، گاهی وقتا متاسفانه پای خواهر و مادر و برادر من هم وسط زندگی میکشه گرچه به اونها هیچ ربطی نداره. تمام تلاشمون رو بکنیم، نه که بگیم صحه بگذاریم، بگیم که این حق وجود داره، نه این حق نیست، ولی واقعیتی رو بپذیریم که هر کسی ممکنه یک ایرادهایی داشته باشه، متقابلا برای مرد هم هست، برای خانم هم هست. تلاش همسران و به عبارتی زن و شوهری باشه که با وجود پذیرش به بعضی از نقایص و بعضی از اشکالات، تاکید ما بیشتر بر نکات مثبت باشه، خوشخلقی، برجسته کردن ویژگی های مثبت، نیمه پر لیوان رو یا به اصطلاح خود ما. یک سوالی خانم رضایی که الان به ذهنم رسید، به خصوص در جامعه ما که حالا مرد سالاری بیشتر هست، بله؟ ما ببینیم که مردها به خاطر اینکه حالا به دلیل همو کار صغیری که دارن در بیرون از خانه انجام میدن کارشان دشوار است و همو خستگی بیرون کار که وقتی داخل خانه میارن اون رو بهانه میکنن که خب دیگه الان مثلا من خسته هستم با من صحبت نکنید یا چیز، و وقتی برای این کارا شاید بگن استدلالشان این باشه که نمیدونه که من بخوام این صحبت ها رو بکنم یا مثلا خسته هستم انگیزه ای ندارم. در اینجا وظیفه زن چیست که زمینه رو فراهم کنه برای مرد که بخواد این ابراز محبت از مرد تحویل بگیره به یک گونه ای؟ حالا درست، نکته خوبی بود، من البته این را همیشه هم گفتم. ببینید یک واقعیتی است که ممکنه در کشوری مثل کشور ما که بسیار کشور فقیر هستیم، بله، کارها در جامعه ما ممکنه بسیار سنگین تر باشه، بسیار سخت تر باشه، حتی تجارت پیشه های ما هم ممکنه به دلیل نوسانی که در بازار هست، به دلیلی که ما یک کشور با پشتوانه اقتصادی مستحکم نیستیم، حتی همونها هم که به ظاهر کار بسیار راحتی هم دارن، به لحاظ فکری آرامش نداشته باشن. درست. مثلا دلار بالا میره، تمیای فلان مثلا جنس گمرک نشده یا گمرک بسته شده، یا افغانستان با فلان کشور دیگه مراوده ای نداره، یک موارد اینطوری. ببینید نکته ایست که یک مثال میزنم با توجه که بسیار وقت کم است. خب طبیعتا خستگی داره. چه کار مثلا فرض کنید کارگر باشه، چه کشاورز باشه، چه مثلا بنده خدایی، مثلا نجاری، سرصدا، مثلا چه میفهم کارهای سخت، مثلا کوپی کشی و مستری یا هر کاری که ممکنه در جامعه وجود داشته. بله. خب آقا اول که میاد ممکنه که یه واقعیتی است، ممکنه. بله. قطعا همینطوره. او به محضی که وارد میشه، خب ببینید بهترین کار و راحت ترین کار اینه که برای یه مدتی حتی این زن شوهر با هم به یک تفاهمی هم برسن، این مرد ایره به عنوان بهانه قرار نده که از ابراز محبتی که یک اصل هست فرار کنه، و از طرفی زن ایره باز به عنوان یک دستاویز قرار نده که تو همیشه میای خسته. خب خسته است، یه واقعیته. یک قراردادی با هم داشته باشن که مثلا نیم ساعت 40 دقیقه اول حتی خانم تلاش بکنه که همسرش از راکی میایه مثلا چای آماده باشه، مثلا یک دوشک نرمتری برای که یک مثلا نیم ساعت 30 دقیقه 40 دقیقه کمتر یا بیشتر بعد استراحت بکنه، به بچه‌ها بگه مثلا پدرتون آمده آرام‌تر باشید، فعلا بازی نکنید یا بازی میکنین بیرون باشید، یا نیم ساعت 40 دقیقه که او آرامش ابتدایی به دست اومد، حالا طبیعتا اون آدم هم پذیرای آمادگی بیشتری داره و بعد بچه‌ها وارد میشن، وجود بچه‌ها، صحبت‌ها، خانم جان مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا توضیح میده، یا مرد از در مورد اتفاقاتی که بعد این رابطه برقرار میشه و خود به خود زمین
زمینه برای ابراز محبت، برای خوشخلقی وجود داره. ولی اگر در باز شد و مثلا هنوز وارد نشده، کوشار نمانده، هنوز بنده خدا و خستگی کت نکشیده نگذاشته مثلا خانم شروع کنه، خب طبیعتاً او نه آمادگی داره، نه او آمادگی رو داره، نه ظرفیت و واقعی هم هست که متاسفانه کار به جای ناخوشایندی میکشه، چون خستگی جسمانی طبیعتاً خستگی ذهنی و خلقی رو هم به دنبال داره. بله، و آدم پذیرایی مثلا شنیدن حرفا رو هم نداره. بله، ممنونم از شما. پس بهانه که حالا خستگی یا خستگی از کار خانه برای خانم ها یا خستگی از کار بیرون، اینها چیزهای طبیعی است و نمیتونیم بهانه قرار بدیم. و چه خوب است که تلاش کنند همسران برای همدیگه زمینه رو فراهم کنند تا همو ابراز محبت رو تحویل بگیرن، حالا به هر قیمتی که هست. منفعت دو طرف است. ممنونیم که همراه ما هستین. به یک میان برنامه کوتاه میریم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. مژده ای اهل ولا، نور خدا گشته پدید. هشتمین حجت حق آن شه فرزانه رسید. هم نبی صورت و حیدر صفت است این مه ناب. هر که دیدش دل از این خانه و کاشانه برید. بهر مولای جهان باب هوایج ز وفا، پسری همچو رضا داد خداوند همی. هر که باشد به دلش مهر رضا شاه کرم، شک نکن روز جزا می شود هموار سعید. یا علی ابن موسر رضا، من کجا مدح شما ای شه فرزانه کجا؟ من کجا مدح شما ای شه فرزانه کجا؟ مدحتان کرده خداوند به قرآن مجید. آرزویم همه این است که در روز جزا بشوم مثل غلامان شما نام سپید. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. با ادامه برنامه روشنا خوش آمدین دوستان عالی قدر. پل ارتباطی ما و شما مثبت 964-780-255-4013 است. منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم در برنامه روشنا. اما راجع به همسران میگفتیم و روابط همسران، خانم رضایی بزرگوار ادامه بدین، میشنویم از شما. بسیار خوب. با تناسبی که وقت متاسفانه بسیار کم هست، من سعی میکنم یکم سریع‌تر بپردازیم. ما سه بُعد رو اشاره کردیم، یکی بُعد احساسی، یکی بُعد رفتاری و یکی هم بُعد فکری و اندیشه‌ای. خب با بُعد احساسی رو ما گفتم، بُعد رفتاری و فقط در بحث شناختی. یک نکته جالبی است که ما لازم هست به زنان و مردان این نگاه بسیار بسیار ارزشمند رو داشته باشن که دختر و پسر قبل از اینکه ازدواج میکنن، حالا هر کدوم نسبت به اینکه شخصیتی دارند و جایگاهی دارند و شغلی دارند و حرفه‌ای دارند و حالا به خانواده متصل هستن سر جای خودش، ولی بعد از اینکه ازدواج میکنن، زن برای شوهر میشود مأمن آرامش و آسایش و امنیت او، و شوهر و برای زن میشود پناهگاه و تکیگاه و به عبارتی همون نگاه قرآنی قیم و به عبارت سرپرست. بعد نکته اینجاست که ما میبینیم در نگاه امام رضا علیه السلام اینه که این نکته رو بسیار تاکید میکنن. حالا در روایتی که من خدمت عزیزان خواهم گفت، یک مثلا در مورد زن هست، ولی به هر حال رابطه قطعا گفتم بر اساس نص صریح های قرآن رابطه دوی است. حضرت روایتی رو مطرح میکنن از زمان رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که میفهمیند که دخترعمه پیامبر زینب بعد از جنگ، به عبارتی بعد از جنگ احد، سه تن از عزیزان اون کشته شدن. پیامبر به او گفت که دایی تو حمزه کشته شد. وی کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون رو به زبان آورد و گفت که او در راه این به اصطلاح مسئله کشته شدن و شهادت او رو در راه خدا حساب میکنه. بعد بار دیگر پیامبر فرمودند برادرت هم کشته شد. دوباره گفت انا لله و انا الیه راجعون، اظهار کرد که او را به حساب خدا میگذارم. در مرتبه سوم پیامبر فرمودند که شوهرت کشته شد. دفعه سوم گفتند که شوهرت کشته شد. در این هنگام زینب دست خود را روی سرش گذاشت، یعنی به نشانه تأسف و الم و به عبارتی ناراحتی بسیار زیاد، و شروع کرد به گریه کردن. آنگاه حضرت فرمودند، یعنی پیامبر فرمودند، ما یعدل الزوج
عند المرأه شیئون، هیچ کسی در نزد زن به اندازه شوهر اهمیت ندارد. نه. یعنی چی؟ ببینید، منظور قطعا وابستگی یا به عبارتی یک نوع ای که من مثلا بدون تو میمیرم و بدون تو زندگی میکنم نیست. ببینید وقتی که میگه دایی تو به شهادت رسید که خدا من رو حساب خدا میذارم، خدا رحمت کنه، انا لله و انا الیه راجعون، برادر تو کشته شد، باز به حساب خدا میذارم، حساب او با خداست. ولی وقتی میگه شوهر یعنی چی؟ یعنی زنی که ازدواج کرد، نه اینکه ببینید منظور وابستگی به اون معنایی که متصل به ایست، بازم تاکید میکنم سوء استفاده یا سوء برداشت نکنیم، کما اینکه متاسفانه در روال زندگی ما، در عرف عامیانه ما، یا افراط هست یا تفرید در اکثر موارد، یا ایست که اصلا بعضی از آقایون یا خانم ها هیچ اهمیتی به همسر نمیدن، یا بعضی ها از بیشتر البته از طرف خانم ها یک وابستگی بسیار شدیدی پیدا میکنن، یا مثلا بعضی ها حتی مطرح میکنن که خب مثلا خدای روی زمینه مست، من دیگه بدون شوهر مثلا زندگی کنم. نه، اینو دلبستگی بیشتر مورد تاکیده. یعنی زن و شوهری را بدانند که بعد از این که ازدواج کردن، هر دو برای هم، یعنی زن برای مرد و مرد برای زن، بسیار بسیار جایگاهی ویژه‌ای دارن. حضرت می‌فرمایند ما یعدل الزوج عند المرأه، فقط برای مرأه نیست، یعنی فقط تنها زن نیست، هر مردی هم که همسر خود را مثلا خدای نکرده از دست میده، واقعا بنیان زندگی او متزلزل میشه. پس مفهومی است که تا همدیگر رو دارید، همه تلاشتون رو بکنید با این آگاهی و با این ذهنیت وارد رابطه بشید که شما فر نسبت به هم وابستگی و دلبستگی، وابستگی مثبت و دلبستگی عمیق داشته باشید و این نوع نگاه باعث تحکیم بنیان خانواده خواهد شد. خب ممنون و سپاس از شما خانم رضایی بزرگوار. پس به بخش فرزند وارد میشه، اینکه چون از ابتدای برنامه اشاره کردن که راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. خانواده با عنوان یک قانونی که مسیر رشد و تعالی افراد را معین میکنه و هموار میکنه و در خانواده هست که یک فرزند یاد میگیره که مهارت‌های زندگی را چطور داشته باشه، چه مهارت‌هایی داشته باشه، احساسات مختلف، خشم، گذشت، مهر، عطوفت، همه اینها را یاد میگیره و یاد میگیره که چطور بر اینها تسلط داشته باشه و کنترل کنه این احساسات مختلفه و برای ورود به اجتماع حاضر بشه. و فرزند من در خانواده من چطور میتونه بهترین باشه از دیدگاه اسلام؟ بفرمایید، میشنویم از شما. بله، خب من به صورت خیلی سعی میکنم که مختصرتری رو بگم. ببینید، ما در سیره رضوی و در روایاتی که از امام معصوم علیه السلام به ما رسیده، یک وقتی از بحث مثلا وظایفی که پدر و مادر باید انجام بدن، کما اینکه شاید اکثر بینندگان عزیزمون اینا رو شنیده باشن، مثلا اینکه به محض اینکه بچه متولد میشه، از آن اقامه در گوش راست و در گوش چپ او گفتن، عقیقه کردن، کام کودک رو، کام نوزاد رو با تربت سید الشهدا به عبارتی برداشتن، و بعد داریم که مثلا بسیار بسیار مورد تاکید قرار دادن این که مثلا موی سر کودک رو همونطور که پیامبر در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام کار انجام دادن، حالا یا اگر امکانش هست مثلا کوتاه بکنن، بعد وزن اون رو یا هم که تقریبی حساب بکنن، به اندازه این موی سر کودک صدقه دادن، تاکید بر عقیقه کردن که نوعی بیمه گریس، یعنی حالا بیمه عمر و بیمه زندگی، و دقیقاً در اسلام سنت در روایت از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا داریم که ازت میفرمایید عقیقه کنید فرزندانتان را که نوعی بیمه. این رفتاری است که خب وظیفه است، اما این کمکی به عبارتی که خواستر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، باز در سیره امام رضا علیه السلام میبینیم که همونطور که در مورد همسر بحث خوشخلقی و مهربانی مورد تاکیده، دقیقاً اینجا در مورد فرزند هم به شدت مورد تاکیده. به فرزندانتان محبت کنید، به فرزندانتان به عبارتی دوست داشته باشید فرزندانتون، با اونها همکاری کنید، با اونها کمک بکنید، تلاش بکنید که شما به عنوان پدر و به عنوان مادر و والدین الگوی رفتاری اونها باشید، رفتار شما طوری باشه که اونها از شما بیاموزن، سعی کنید که اگر که خطا و اشتباهی از اونها سرزد، با نگاه مثلا ذره بینی به قضیه نگاه نکنید، کظم قیس کنید، ببخشید. خیلی وقتا اصلا ندیده بیانگارید بعضی از اشتباهات فرزندانتون رو، نه به عنوان که اونها رو جری کنید که اشتباه انجام بدن، فقط به این عنوان که یعنی بسیار اون نگاه بدبینانه نداشته باشید. یعنی چیز جالبی که میبینم، باید خیلی زیبا برخورد کردم در مورد عبادت، به صورت خاص در مورد عبادت، از حضرت رضا علیه السلام به عبارتی نقل شده که حضرت وارد شدن و بعد دیدن که فرزندی به اصطلاح بچه‌ای، شخصی پرسید که در مورد پسر نوجوانش از حضرت پرسید که گاهی نماز رو ترک میکنه. بعد حضرت فرمودن چند سال است؟ گفت که 8 سال است. بعد نکته جالب، کلام حضرت بسیار بسیار زیباست که امام رضا علیه السلام میفرمایند که چون، بعد میگین که چرا این کار میکنه، میگم گاهی وقتا مثلا نمازش رو ترک میکنه، بعد حضرت پدر اون میگه که به خاطر اینکه گاهی خسته میشه و گاهی وقتا ناراحت میشه اگه مثلا اصرار کنیم. بعد حضرت میفرمایند که
بچه است، چون پدر میگه بچه است و گاهی وقتا ناراحت میشه، حضرت میفرمایند یصلی علی نحو ما یقدر، هر طوری که راحت تره، هر طوری که براش مقدوره. ببینید اسلام دین تسهیلگری است، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. در رابطه با فرزندانمان خصوصا در مباحث عبادی و رفتارهایی که به هر حال قبول داریم که مثلا روزه ماه رمضان خصوصا اگر در تابستان باشه بسیار سخته، چه برای پسر 15 ساله چه برای دختر 9 ساله، مقداری نه اینکه مثلا از حالت تفرید داشته باشیم، نه الان خورده و نمیتوانه و ضعف میکنه، مقداری تسهیلگری حضرت میفرمایند الا ما یقدر، به اندازه توانش، در حد توانش. حواسمون باشه که ما به عنوان الگوها نوعی برخورد کنیم با فرزندانمون که خدای نکرده برخورد ما باعث دلزدگی یا دین زدگی فرزندو نشه، یا لحنمون طوری نباشه که خدای بله. نکرده سرزنش. به نکته خوبی اشاره کردن خانم رضایی بزرگوار. گاهی ما در دنیای امروز اگر بیایم ببینیم که حالا عصر تکنولوژی هست و کامپیوتر و گیم و وسایل دیگه‌ای که کودکان بیشتر با مشغول هستن، بله. و میشه که توصیه هایی داشته باشین که حالا از دنیای دین و اینها شاید که بیشتر از زمانی که کمتر از زمانی که حالا این تکنولوژی و این ابزارالات نبود بچه‌ها درگیر این مسائل هستن، بله. می‌خواستم ببینم در چنین شرایطی من به عنوان پدر و مادر چطور رفتار کنم که طفل من دینگوریز نشه از یک سو، و از یک سوی دیگه هم با او حالت افراطی که شما اشاره کردین دیگه طفل من آنقدر سختگیرانه رفتار نشه با او. بسیار خب، بحث فضای مجازی رو مطرح کردین. ببینید اولا اینکه واقعا من احساس میکنم که باید نسبت به این قضیه که ما اصلا فرزندان ما از چه سنی باید وارد فضای استفاده از موبایل، تکنولوژی های پیشرفته، وارد اینترنت، فضای گسترده اینترنت و انواع مثلا فرض کنید پلتفرم ها و برنامه ها شدن، این واقعا باید یک بررسی خیلی جدی انجام بدیم. خب من فکر میکنم نه بحث این برنامه است نه وقت ما اجازه میده. بله، اولا که یک محدوده ای داشته باشیم که در چه سنی بچه فرزندم دختر یا پسرم به بلوغ میرسه که آگاهانه وارد این فضا بشه. نکته اول. نکته دوم، خانم قاسمی نباید از واقعیت فرار کرد که و این نکته مد نظر قرار بدیم که به همون اندازه که ممکنه برنامه های مثلا یکم خشن تر و نامناسب هست، قطعاً به همون اندازه، اگر به همون اندازه نباشه، ولی 100% برنامه های مثبت هم هست. من به عنوان پدر و مادر وظیفه نیست بگردم اگر گوشی یا مثلا 10 تا بازی فکری داخل گوشی ما، موبایل ما برای بچه‌م هست، بین اونا 2-3 تا از برنامه‌هایی باشه که غیر مستقیم هم بازی است هم نماز یاد میده، هم بازی است هم اصول دین رو هم بازی است هم داستان نیست از زندگی امام علی، داستان زندگی امام حسن، داستان مثلا فرض کنید به اصطلاح عاشورا. این نکته اول. نکته دوم هم بحثی است که ببینید اگر والدین تمام تلاششون بکنن، اگر رابطه ما با فرزندم در هر عصر و زمانی حتی 50 سال بعد که ممکنه قطعا دنیا بسیار بسیار پیشرفته تر از چیزی خواهد بود که الان ما در اون زندگی میکنیم، 50 سال بعدم اصل حاکم بر تربیت در مورد پدر و مادر با فرزندان رفاقت، صمیمیت و دوستی است. اگر رابطه ما با فرزندم دوستانه باشه، وقتی 5 سال است با او بازی کنم، در حین بازی با اصول دین یاد بدم، وقتی 10 11 سال است مؤدبانه و محترمانه به نظر او احترام بگذارم و به او بگم که توضیح همه بدم، نصیحت نه، اصل مسئله رو مطرح بکن، بگم حالا نظر خودت چیه، تو چی فکر میکنی. وقتی جوان شد او رو طرف مخاطب قرار بدم، همون که روایت پیغمبر به عنوان مشاور از اون نظر بسنجم و به او احترام بگذارم، قطعا نوع تربیت ما بسیار بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود. لذا اینکه توجه بکنیم، اگر انشالله با توجه و با دقت و با آگاهی پیش بریم، در هر عصر و زمانی قابلیت رو داریم که تربیت شایسته انجام بدیم. انشالله. سپاسگزاریم از شما. اشاره کردیم به نظارت دقیق از کارهایی که کودکان انجام میدن، برنامه‌هایی که استفاده می‌کنن، و ای که به صورت دوستانه باشه که مستلزم آگاهی خود والدین است. بسیار از والدین هستن که به این را بهانه میکنن که حالا مثلا من از گوشی و اینا زیاد سردر نمیارم، و این خب یک بهانه است که من نمیتونم این را نظارت کنم. پس چرا میدین دست طفلتان اگه سردر نمیاری؟ شما اگه سردر نمیاری چه با بچه دیگه اجازه دارید؟ سپاسگزاریم از شما. زنده باشید. ممنون بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردین تا پایان برنامه. انشالله که خوب و خوش و صحتمند باشین. شب و روزتان خوش. در پناه عزت منان باشین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.